به نظر من کار درستی نیست. وقتی هم پیشرفت بکنن خب قیمتاشون هم میتونه رشد بکنه. اگه فکر میکنی واقعا این ملک طلاست، خب ملک ایران تو بفروش، بیا اینجا بخر دیگه. بعضی هستن که دیگه نصف استانبول هم مال اوناست، امکان افزایش های نجومی وجود نداره، اصطلاحات زمین بازاست، هر چی بخرم میره بالا، این مستاجره به نفعشه. وقتی من خودم نمیام یه کاریو بکنم، به بقیه هم توصیه نمیکنم. توی ترکیه خونه بخریم یا نخریم؟ سلام بچا. سلام سلام. آقا امروز میخوام، خیلی دردمند گفتی. دردمند نیست، یه جورایی میخوام به یکی از سوالایی که خیلی ذهن شما رو درگیر کرده و از ما خیلی میپرسین و معمولا هم من جواب میدم، جوابشو بهتون بگیم، یعنی پاسخگوی اون نیازی باشیم که شما بهم میگین. اونم اینه که خیلیاتون از ما پرسیدین که آقا توی ترکیه خونه بخریم یا نخریم، سرمایه گذاری توی ملک بکنیم یا نکنیم، الان تورم شده، این تورمه به نفع به ضرر، چجوریه، این کار خوبه یا بده. این ویدیو رو تا آخر ببینین با دقت، من نظرات خودمو بهتون میگم، با چند نفر دیگه هم مشورت بکنین، بعد تصمیم بگیرین که میخواین توی ترکیه سرمایه گذاری بکنین یا نکنین. بریم شروع کنیم. بریم. ببینین خیلی ها برای من پیام گذاشتن، هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب. بگم که مشترک هستش کانالمون. بله همه چی مشترکه. مال منه. میگه برای من پیام گذاشت. آره برای ما پیام گذاشتین و گفتین که آقا من بخرم ملک به نظرت یا نه. ببینین دیدتون رو اگر در مورد خرید ملک توی ترکیه درست کنین، به نظر من پشیمون نمیشین. دید درست چیه به نظر من؟ شما دو جور تصمیم دارین، یا میخواین ملک بخرین که توی ترکیه بمونین، پس یه عددی باید بخرین که معقول باشه، قابل سکونت باشه، قابل سکونت دقیقاً باشه، به درد بخور باشه که بعداً اگر خواستن هم بتونن بفروشن. حالا یه خونه چقدر میشه؟ 600 هزار لیر میشه، 700 هزار لیر میشه، یه میلیون لیر. یه جوری باشه مشتری اول آخرش خودتون نباشه. دقیقاً. یه چیز به درد بخوری باشه که خودتون دوست داشته باشین، بعداً هم بتونین بفروشین. این برای اینکه میخواد بمونه صرفا. این دومیه مونده. این دومیه مونده. دومی مطلب اینه که شما میخواین پاسپورت ترکیه رو بگیرین. خب پاسپورت میخوای بگیری، نمیخوای سرمایه گذاری بکنی. ببینین من دسته سوم رو میگم که نباید این کار بکنم. پس دسته اول این شد که میخوان بمونن، دسته دوم اینه که میخوان پاسپورت بگیرن. دسته سوم میگن ما میخوایم تو ترکیه سرمایه گذاری بکنیم. به نظر من کار درستی نیست. یعنی شما اگر یه ملکی رو میخوای بخری که گرون بشه، تورم اخیر نشون داد که ضررم میکنی. ببینین ضرر، من بحثم نسبت به ریال نیست، نسبت به دلاره، نسبت به طلای، نسبت به حفظ ارزش پول شماست. یعنی نگاه کنیم، شما وقتی یه ملکی میخری توی خود ایران دیگه، میخوام بگم تو ایران بهتر نیست این کارو بکنی. چرا؟ سرمایه‌گذاری تو ایران بهتر. دقیقاً. ببین این چیزی که مینا میگه تجربه‌ایه که دیگه تو زندگیامون دیدیم. آره. تو زندگی پدر مادرامون دیدیم. شما یه ملکی رو توی ایران بخری، اگرم حالا مثلا این دلار یهو مثلا 9 برابر بشه، 5 برابر بشه، هر اتفاقی بیفته، اون ملکم بعد یه مدت اون چند برابره میشه اگه بیشتر برابر نشه. خب یعنی شما ضرر نمی‌کنی. اصطلاحی داره میگن که دست به خاک بزن بلند شو، یا مثلا نشیده بودی یا مثلا میگن که ملک هیچ کس و صاحب ملک هیچ وقت پشیمون نمی‌کنه. به نظر من درسته. آره اصطلاحات زمین بازاست، شنیدم. به نظر من دارن درست میگن. یعنی نیا کنین شما وقتی ملکیو میخرین توی ایران، قطعا یه رشدی میگه، شاید یه مدتی راکت بمونه ولی بالاخره راه میفته، و این راکت بودن هم مثلا 10 سال راکت نیست، 3 سال 4 سال 5 سال راکت میمونه و رشد میکنه و شما رو به بقیه میرسونه. خب ولی توی ترکیه اینطوری نیست. یعنی اینجوری نیست. ببین بعضیا میگن نه آقا دروغ میگه، این داره گرون میشه، این نمیگه. ببین گرون میشه، ولی گرونی نسبت به چی جوری داری حساب میکنی؟ نیا کنیم شما یه ملکی داشتی، این الان قیمتش مثلا 30% رفته روش. خب از اون طرف دلار 40-50% گرون شده نسبت به لیر. خب پس تو ضرر کردی دیگه، نه تنها سود نکردی، ضرر هم کردی. اگر داری دلاری بررسی میکنی، بعد نسبت خب دلار و لیرم جوری به هم فاصله پیدا کردن که لیر 3000 تومانی الانی که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم 2200 تومانه. درسته؟ یعنی اگه لیرش هم رفته باشه بالا با توجه به کاهشی که پیدا کرده حتی نسبت به تومان، بنابراین شما بازم ضرر کردی. اینجوری پس کار درستی نیست. فرض کن خونه 600 هزار لیری خریدی،
با 3 تومن میشه چقدر؟ یه میلیارد. نه با تومنه، با تومنش، یعنی لیره رو به تومن بیاییم حساب بکنیم. لیره 3000 تومنی. لیره 3000 تومنی 600 هزار تا میشه چقدر؟ 1,800,000,000. حالا اون 600 اصلا فرض بکن شده باشه 900، با 2,200 1,800 یه ذره بیشتر میشه دیگه، 1,800 1,900 میشه. یعنی شما تو این تورمی که ایجاد شده، این اگر دلار خریده بودی جاش 50% 60% سود میکردی، ولی تو اومدی ملک خریدی، این اتفاق برات نیفتاد. بعدم ترکیه اینجوری نیستش که خونه‌هاش انقدر قیمتش بالا بره. الان به خاطر اینکه حالا توی دوران کرونا تقریبا 2 سال پیش میشه دیگه شروع شده بود، آره شروع شده بود، قیمت ملک ثابت بودش و هیچ تغییری نکرده بود و حالا رکود بودش و اینا، الان یه دفعه ای اوضاع که یکم بهتر شده، الان واسه همین خونه ها قیمتش ملک کلا قیمتش خیلی بالا رفته، وگرنه در حالت عادی اینجوری نه. ببین باز خیلی بالا رفتن اینا شبیه ایران نیست. تو ایران مثلا یه ملکی میتونه واقعا 2 برابر بشه، یعنی یه خونه 1,000,000,000 9 ماه بعد میشه 2,000,000,000. اینجا همچه اتفاقی نمیفته، اینجا عرضه و تقاضاست. ماشاءالله ملک اینقدر ساختن و در حال ساختن که امکان افزایش‌های نجومی وجود نداره. ببین من همیشه میگم ما وقتی کلی داریم صحبت میکنیم، در مورد موارد خاص هیچ وقت من صحبت نمیکنم، خاص و از ما بهترون و ویژه و اینا نه. این طرف یه سویت سیمتری داره، چه میدونم بالای بلندترین برج استانبول، اون مثلا قیمت مثلا 5 برابر شده باشه، خب اون یه چیز ویژه است. ولی اینکه شما یه خونه عادی گرفتی و بخوای انتظار این رشد عجیب غریب و به خاطر تورم ازش داشته باشی، نه اینطور نیست، ضرر میکنی. بنابراین خرید خونه در این شرایط غلطه. مدام اینکه بندازی مثلا بگی که خونه رو میخرم میندازم و اینا، هرچی ازش بگذره قیمتش پایین تر میاد. بله. یعنی سال به سال قیمت خونه به سن خونه که افزوده میشه قیمتش هم پایین تر میاد. امکان داره تورمای بزرگ یه قیمت همه منطقه رو با هم، همه شهر یا کشور رو با هم ببره بالا. ولی به صورت عادی، ولی نه به صورت عادی شن... آره به صورت عادی که کاهش پیدا میکنه، ولی بازم که میره بالا، کاهشی که مینا گفت توش اتفاق میفته، یکم نسبت به بقیه میاد پایین‌تر. تو ایران قشنگ اینجوری طرف زمینو میخره یا یه ملکیو میخره میندازه میگه این بعدا میتره که میره بالا، و درستم فکر میکنه. یعنی ببین شما هر جای تقریبا تهران ملک بخری، از اون بالا شهرش تا پایین شهرش خریده بودی، چند برابر شده؟ درسته؟ چند برابر شده؟ آقا تو کاشون هم این اتفاق افتاد دیگه. یعنی یه ملکایی که یه زمانی ما میگفتیم بابا اگه کی میاد برای این 5 تومن مثلا متری میده، الان یه عددی میگن، آدم میگه نه بابا اونو بنگنی نمیدن الان، بس اینا معامله داره میشه. پس یعنی که این اتفاق میتونه بیفته. البته اینا میگم مثلا تو خود ترکیه اینکه بدونی که کجا ملک تو بخری باز تاثیر داره. این قسمت بعدی. ببین من حرفم همینه. دقیقاً اینکه کجا بخری، یعنی اینکه ببین شما وقتی سرمایه گذاری میکنی، سرمایه گذاری به سبک ایران نه، هر چی بخرم میره بالا نه، ولی یه سری اتفاقات خاص میتونه قیمت ملک رو به صورت کاملا منطقی بره بالا. یکیش احتمالا اینو میخواستی بگی، مترو از کنارش در بیاد. دقیقا خوب زیر خونی کردم حال کردنه. آفرین. توی اینجا اینطور نیست که مثلا یه چیزی رو هیچکی ندونه، فقط شهرداری میدونه نیست، نه یه نقشه کلی شهر داره، همه میدونن چه اتفاق قراره بیفته، ولی یه مقدار زمان میبره تا اون اتفاق بیفته. معلومه که مثلا 1 سال دیگه 2 سال دیگه سر یکی از ایستگاه مترو قراره یه جایی در بیاد، نزدیک اونجا قیمت اون لحظه بالا نمیره، الان بالا نمیره، 2 سال دیگه که سر مترو در بیاد میره بالا. شما اگه میری اونجا سرمایه گذاری میکنی کار درست، بعدم با سرمایه گذاری میکنی، فکر نکن الان مترو در اومد قیمتش دوبله میشه، نه از این خبرها نیست، ولی مثلا اگر به صورت عرف هر سال میتونه 10% 15% بر اساس تورم سال هر چیزی افسوده بشه، که باز به خاطر اون کاهش یعنی افزایش سن بنا یه مقدارم کاهش داره، امکان داره حالا به خاطر اون در اومدن مترو یه دفعه 20-30% ملک یه جامپ بزنه قیمتش. آره یا مثلا بعضی سیته ها کامل ساخته نشدن، آره. بعد ولی پایینش پر مغازه و ایناست که مغازه ها همه خالیه، میگن که اگر این تو این سیته مثلا خونه بخری، بعدن که شاید یه سال دیگه تقریبا مثلا یه سال دیگه را بیفته قیمتش خب خیلی بالا داره، مغازه‌هاش را بیفته. آره، یه فروشگاه دقیقاً خود سیته کامل را دقیقاً بیفته. ببین شما مثلا نگاه میکنه توی استانبول، حالا ما چون خیلی استفاده میکنیم از حمل و نقل عمومی و جاهای مختلف شهر رو داریم میبینیم، جاهای جدید رو داریم کشف میکنیم هر بار
که میریم بعضی وقت اتوبوس اشتباه سوار میشیم میریم یه منطقه دیگه میبینیم ای چه ساختمونای خوبی داره بعد اونجا میمونیم آره بعد میمونیم ببینیم چه خبره چه جوریه قیمتا چطوره ببینید این که مثلا توی منطقه میری همه خونه ها عادی یه طبقه دو طبقه شیروانی اصلا خونه هایی که ما خوشمون نمیاد یهو وسطش یه برج رفته بالا یا نه چند تا ساختمون کنار هم یه سیته خیلی خوشگل با یه سری امکانات ویژه اونجا دارن بعد یه قیمتی متفاوت از بقیه پیدا میکنه اما وقتی این سیته اومده این برجه اومده آدمایی که تو اینا میشینن یه سری امکانات نیاز دارن یه سری سطحشون از بقیه اون اطراف بالاتره پس احتمالاً یه فروشگاه مدرن هم کم کم ساخته میشه یه مدرسه جدید هم شاید ساخته بشه یه سری امکانه مترو هم بعدن کشیده بشه یه خط جدید به اونجا اضافه شه خط اتوبوساش اضافه بشه همه اینا چه اتفاقی به وجود میارن اون ساختمونه باعث پیشرفت اون منطقه میشه وقتی هم پیشرفت بکنن خب قیمتاشون هم میتونه رشد بکنه شما وقتی میری سرمایه گذاری میکنی روی همچین چیزی به نظر من میتونی سود بکنی بازم میگم سود مدل ایران نه یعنی اگر میگم فکر میکنی میای توی ترکیه ملک میخری میترکه نه نمیترکه نمیشه ببین نه اینجوری نیستن آخه یعنی خود من نمیدونم بقیه جای دنیا چجوریه واقعا تحقیقی در مورد این که مثلا سوئد چطوره آلمان چطوره کانادا چطوره ندارم ولی این مدلی که ما توی ایران تو ذهنمون جا افتاده که مثلا خاطره داریم که مثلا آقا یه خونه ای حالا شنیدیم دیگه میگن حالا برای خانواده خودمون اتفاق افتاده یه خونه بوده 9 میلیون الان 2 میلیارده ببینین این 9 میلیون زمانی نیست که من به دنیا نیومدم من بودم و الانم اون خونه 2 میلیارده تازه فکر نمی‌کنم گرونی جدید نمیدونم شاید کرده بودنش 3 میلیارد خب این عدده رو آدم میشنوه میگه مگه میشه اصلا همچین چندین برابری ولی خب شده دیگه یعنی نکن در حد اینه که مثلا 500 برابر قیمت یه چیزی میتونه بره بالا 200 برابر میتونه یه چیزی گرون بشه در عرض مثلا 30 سال خب اینجا اینطوری تکون نمیخوره گرون نمیگم گرون نمیشه میگم این برداشت غلط رو از حرفه من نکنین که رشد نمیکنه خونه چرا رشد میکنه ولی در مقابل بقیه شما ضرر میکنی یعنی اگر میگی من پولامو میرم توی ترکیه سرمایه‌گذاری میکنم یه خونه میخرم این خونه دلاریه دیگه میره بالا لیریه میره بالا نه این مدلی که فکر کنی دلار خریدی نمیره دقیقا من با نظر مینا موافقم اگر کسی قراره سرمایه‌گذاری ملکی بکنه تو ایران میکنه چرا باشه بیا ترکیه مگر اینکه شما ایدت اینه که میخوای مهاجرت بکنی کنارش داری سرمایه ها تو انتقال میدی حالا سرمایه هات هم هوشمندانه انتقال بده یه ساختمون جدیدی دارن میسازن برو تو اون پیش خرید بکن یه ساختمون جدیدی ساختن به قول مینا تجاریاش تازه داره راه میفته برو از اون ملک بخر که قطعا وقتی همه راه بیفته قیمتش میره بالاتر میدونی که اونجا قرار مترو در بیاد و اون متروی که در بیاد قیمت اینجا رو قطعا بالاتر میبره نزدیک اون متروی برو یه ملکی اونجا ببین و بخر سرمایه تو انتقال بده کم کم قیمت میره بالاتر خب تو هم سود میکنی ولی اینکه فکر کنی سودی که تو ایران میکنی اینا نه اینجوری نیست یعنی بازم به نظر من اون کسی که از ایران میخواد منتقل بشه این کارو بکنه دسته اول و دوم که کاملا منطقیه اون طرف میخواد بخره که بتونه تمدید کنه دسته دوم میخواد پاسپورت ترکیه رو بگیره ولی برای سرمایه گذاری ترکیه رو به عنوان ملک من خودم خیلی به نظرم نمیاد به صرفه باشه یه نکته دیگه هم بگم این به عنوان مطلب آخر این بعد بگم ببینین املاکی ها میگن بیا ملک بخر بچ ترکیه قراره بتره که اصلا همه چی میره بالا اصلا آره میره جزء اروپا میششین ببین من نمیگم این اتفاقا نمیفته شاید بیفته شاید هم نیفته این در حد به نظر من صلاحیت بی دانش نه منه نه اون کسی که داره بهتون اینا رو میگه برای تبلیغ کردن همون بالا دستی ها میدونم آره این خیلی بالا دستی باید بدونه که بالا بالا ها خب این که بیاد با این حرفا شما رو ترغیب کنه بخرید شما یه چیزی رو چک کنید ببینید خودش خریده یا نه املاکی که میگه آقا بخر این ملک میتره که خودش باید خریده باشه دیگه نمیشه که الان بیاد بگه آقا تو این پروژه تلاس من اگه پول داشتم میخریدم بعد میبینی طرف پول داره ولی نمیخره خب آقا برای چی نمیخری اگه این ملک واقعا تلاس شما بخر دیگه چرا پولاتو دلار نگرداشتی چرا حساب دلاری بزرگ داری حالا احتمالا طلا هم داره احتمالا یه ملک هم تو ایران داره تو اگه فکر میکنی واقعا این ملک تلاس خب ملک ایرانتو بفروش بیا اینجا بخر دیگه
چرا این توصیه رو به مردم میکنی خودت نمیکنی؟ خب ولی باید خیلی تحقیق کنن، چون بعضیا دروغکی میگن که ملک مال خود فلان، آره، ملک مال خودم. آره دیگه، من بعضی هستن که دیگه نصف استانبول هم مال اونا هست، زیاد ملک دارن اینا، ولی خب نمیدونم چه جوریه. ولی واقعیتش اینطوریه بچه. ببینید کسی اگر شما رو ترغیب میکنه به خریدن ملک، خودش باید بخره دیگه. ببینید ما هیچ وقت شما رو ترغیب به خرید ملک نمی کنیم. ببینید شاید ما در آینده خونه هایی رو هم بهتون نشون بدیم، هم از نظر قیمتش خریدش، یعنی واقعا اینقدر میارزه که شاید هم خودمون بخوایم بخریم، یا بخوایم اجاره بکنیم خونه هایی که، چون بعضی‌ها درخواست کردن که خونه های اونجا چنده، خونه چقدری رو میگن چقدره. ما شاید بریم فیلم برداری بکنیم بهتون خونه معرفی کنیم، ولی معرفی خونه به معنی نیست که بیایم بخریم. شما خودتون باید بدونین که آقا جزء دسته اولی، جزء دسته دومی یا دسته سوم هستی، کدومو میخوای انجام بدی، واقعا میخوای این کارو انجام بدی یا نه. خودتون فکر کنین که با پولاتون میخواین چیکار بکنین. وقتی من خودم نمیام یه کاریو بکنم، به بقیه‌ام توصیه نمیکنم، ولی من میخوام تو ترکیه زندگی کنم، بنابراین میرم خونه های مختلفو میبینم، خوشم بیاد اجاره میکنم، بیشتر خوشم بیاد میخرمش، چون میخوام اینجا زندگی کنم. ولی کسی که نمیخواد زندگی کنه و داره میگه که آ پول بفرستم سرمایه گذاری کنم و اینا، یکم به نظر من دید واسطه‌ای باید داشته باشین و گول این تبلیغات گسترده یه حالا شبکه‌های ماهواره‌ای و اینا رو به نظر من نمیگم کار بدیه ها، خب من یکم اصلا میگم آقا مثلا تو داری بر ضد اینا تبلیغ میکنی که نخرن، نه آقا بخر، خب ولی بدون داری برای چی میخری. پاسپورت ترکیه میخوای بگیری بخر، به نظرت تحقیق کردی پاسپورت ترکیه به دردت میخوره؟ از پاسپورت ایران معتبرتره، بخر، چرا نخری؟ خیلی هم خوبه، آینده بهتری هم میتونی داشته باشی. که ما که خودمون اومدیم چند دلیل گفتیم که ترکیه محل خوبی برای زندگی کردن، خب پاسپورتش هم بگیری قطعا بازم بهتر و راحت‌تر تو جامعه میتونی زندگی کنی، خب این کارو بکن. ولی اینکه فکر کنی که نه این قیمته میتونه رشد کنه، نه. دلار بخر، ارز دیجیتال بخر، خیلی کارا میتونم بکنم من و من همچنان هم با حرف مینا موافقم. ملک میخوای بخری تو همون ایران بخر، خوب میتونه آت تهران سختته بخری، برو شهرستان بخر، پول دو اونجا میرسه، اینجوری بهتر روش میکنه. ولی پولتو بفرستی یه کشور دیگه، خودت هم نیای بالا سرشو، یکی برات بره بخره و توی سفر سه روزه بیای یه ملکی بخری بری بریت ایران، منطقی نیست. این گرفتارتون میکنه، چون شما چقدر مگه فرصت داری سر کله بزنی؟ حتی اگه مثلا بخری اجاره بدی هم باز دردسرای خودش داره. چون اجاره دادن تو ترکیه مؤجر خیلی قوانین سخت‌تر هستش تا براش تا مستأجر. این مستأجره به نفعشه آره. زیادی. مستأجر بیشتر. بنابراین اینکه بگم خونه رو میخرم و بعد اجاره میدم، از اجاره قسطش رو میدم و اینا، میگم فکر کنین دارین چیکار میکنین. میخواین بمونین تو ترکیه یا نه؟ اگر نمیخواین بمونین، سرمایه گذاری روی ملک به نظر ما نکنید. هله؟ هله. بچه ها اگه تا الان احیانا سابسکرایب نکردید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم متوجه بشید. کامنت هم میذارید، کامنت انگلیسی بذارید، به خاطر اینکه باعث میشه که یوتیوب حذفتون نکنه و همیشه بتونین همراه ما باشین. خیلی از حمایتاتون ممنونیم. در مورد تمام سوالاتی که داشته باشین و سوالات جمع بشه، من احساس میکنم که تعدادشون زیاده، با مینا میشینیم تحقیق میکنیم، اطلاعاتمون رو کامل میکنیم، براتون یه ویدیو میسازیم که بتونیم راهنماییتون بکنیم. قصد ما اینه که شما با دید باز و درست به سمت ترکیه یا مهاجرت بکنین یا تصمیم بگیرین که مهاجرت نکنین. بیاین اینجا سفر کجاها برین بچرخین بهتون خوش بگذره، پولاتون هم حیف و میل نشه. یعنی اینا رو داریم بهتون یاد میدیم که از زندگیتون لذت بیشتری ببرین، انشالله که به کارتون بیاد. ولی اینکه فکر بکنین که آقا نه مثلا حالا املاکی هم همچین کاری براتون میکنه، یکم شدنی نیست دیگه. سوسوش یکم به اون سمت گفتن که بچه رضا گفتش کامنت انگلیسی بذارید، منظورش کامنت فینگلیشه. آره دیگه هم فرق نداره، اکسلنتی، اوکی، مثلا اینا خوبه. دیگه چیز نداریم؟ نه. خدا به.